ایرانیم و ریشه به خاک وطنم هست، ایرانیم و ریشه به خاک وطنم هست، عشق وطن آمیخته با جان و تنم هست. هرگز به همه گوهر عالم نفروشم این در دری را که به درج دهنم هست، این در دری را که به درج دهنم هست. در سینه نهان کرده ام آتشکده پارس، آن آتش پرسوز نهان در سخنم هست. از سوز درون شد قلمم تیشه فرهاد، قلمم تیشه خارا و شکنم هست. ای مام وطن، ای همه آزادگی و عشق، امام وطن ای همه آزادگی و عشق، خار و خس تو لاله و سرو و سمنم هست. شادی تو بخشد به دلم پرتو شادی، اندوه و غم و رنج تو کوه مهنم هست. از تیغ عدویت به درازای زمانها، از تیر عدویت به درازای زمانها، بس زخم جگرسوز و کهن بر بدنم هست. با خصم بداندیش تو هر کس که ستیزد، او رستم و او بابک شمشیر زنم هست. با خصم بداندیش تو هر کس که ستیزد، او رستم و او بابک شمشیر زنم هست. من ذره خوردم تو چنان مهر جهانتاب، در پرتو مهرت سر افروختنم هست. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به همه کوشندگان و جانبازان نستوهی که در این سی و اندی سال یک دم تاریک اندیشان و سیاهکاران و جنایتکاران را آرام نگذاردند و نمیگذارند. با درود به ملت ایران، با درود به تمام کوشندگان در هر رده، در هر سن، در هر جنس و در هر کیش و مذهبی، برنامه درگذرگاه تاریخ رو می آغازم. چامه ای که در آغاز برنامه شنیدید از بانوی چامسورا توران بهرامی بود. در هفته پیش اندکی در زمینه این مشکل به قول معروف کمدی درام نیروگاه اتمی بوشهر سخن گفتم، ولی کل مسئله رو واگذار به امروز کردم. داستان بسیار جالبه، چون برنامه تاریخه، باید ثبت در تاریخ بشه. ملت ایران و آیندگان بدونند که این ملت از این گروه نادان ابله ضد ایرانی پرمدعا چه زیانهای بزرگی رو کشیدند و میکشند. چندی پیش جسته گریخته خبرگزاری ها خبر دادند که نیروگاه اتمی بوشهر از نظر فنی و ایمنی قابل اعتماد نیست. خب البته خبرگزاری خبری رو میده، ولی چون خبرگزاری یک خبرگزاری فنی و آگاه نیست، فقط یه تلنگر میزنه. باید آنهایی که دنبال حقیقت میرن برن دنبال این مسئله ببینن آیا این نکته درسته یا نه. پیش از اینکه وارد اصل مسئله بشم، با آگاهیتون میرسونم که 10 سال پیش هنگامی که من در تلویزیون NITV بودم، یک گفتگویی با دکتر و میتونم بگم پروفسور نصرت الله واحدی داشتم. آقای واحدی در آلمان استاد دانشگاه و رشته مسائل اتمی رو درس میده.
ایشون در زمینه اون زمان 10 سال پیش در زمینه ایمنی نیروگاه بوشهر و زمان به کار انداختن اون گفت که اگر همین امروز، بله این خود آقای، سپاسگزارم آقای مهندس شورتی، این آقای واحدیه، بعد ایشون همون موقع گفت اگر هم اکنون نیروگاه بوشهر شروع به کار بکنه این نیروگاه از دیدگاه ایمنی قابل اعتماد نیست. دلیلش هم یک دلیل بسیار فنی و پذیرفتنی بود. گفت معمولا نیروگاه های اتمی برای تولید برق عمر طبیعیشون، عمر تخمینیشون، اصطلاحا میگن عمر تخمینیشون حدود 25 تا 30 32 ساله. یعنی مساله ساختمانی این نیروگاه ها طوری است که در اثر 25 تا 30 سال به انگیزه نفوذ تشعشعات رادیواکتیو غیر قابل اعتماد میشه و نشت میکنه تشعشعات از درون اون. اون زمان ایشون این رو گفت. حالا وقتی این نکته پخش شد که نیروگاه اتمی از نظر ایمنی قابل اعتماد نیست، چند روز پیش خبردار گروه محیط زیست کمیته بین المللی نجات، این نام یک نام جهانیه، گروه محیط زیست کمیته بین المللی نجات، خبرنگارش آقای البرز پدرام با مهندس مسعود عزیزی کارشناس ایمنی هسته‌ای گفتگویی کرده. هم خبرنگار و هم پاسخگو هر دوشون متخصص این مسئله و کارشناسانی هستند که اینجاست که میگم باید به سخنانشون گوش داد. گفتم یه خبرگزاری تلنگری رو میزنه بعد کارشناس باید بره دنبالش. اولا آقای مهندس عزیزی رو بشناسیم. مهندس مسعود عزیزی مهندس ارشد در دانش راه و ساختمان و فوق لیسانس در رشته مهندسی و همچنین عضو سازمان ملی انرژی هسته‌ای آمریکاست. عضو سازمان انرژی هسته‌ای آمریکا. آقای البرز پدرام خبرنگار از آقای مهندس عزیزی میپرسه که گفته میشود که نیروگاه بوشهر در بهترین حالت خود توان تولید 1000 مگاوات برق را دارد، در حالی که دولت ایران مدعی است باید 20,000 مگاوات برق تولید شود. یعنی ایشو پرسه آقا این نیروگاه بوشهر همش 1000 مگاوات برق میتونه تولید کنه، در صورتی که دولت ایران میگه من 20,000 مگاوات برق لازم دارم. پس به گفته دیگر رژیم میخواد 20 نیروگاه دیگه شبیه همین نیروگاه بوشهر رو بسازه با همین مدت بسیار کوتاهی که از زمان شاه تا حالا به درازا کشیده. بعد ایشون پرسیده آقای پدرام آیا ایران ظرفیت لازم برای ساخت چنین نیروگاه‌هایی رو دارد یا نه؟ آقای مهندس مسعود عزیزی پاسخ میدن پیش از هر چیز بگذارید درباره خود نیروگاه بوشهر من توضیح بدم. این رآکتور و مانند آن در سال 1970 یعنی 40 سال پیش، 40 سال پیش به نام ایران یک و ایران دو خوانده شد که ساخت اون رو به شرکت های کرافت ورک یونیون و زیمنس آلمان به مقاطعه دادن. بنابراین مقاطعه کار و پیماندار نخستین این مرکز نیروگاه اتمی بوشهر یک شرکت یا دو شرکت آلمانی بودن و قرار بود که این نیروگاهی که می‌سازن شبیه نیروگاه آب فشرده‌ای باشه که در خود آلمان ساخته شده و به کار پرداخته.
دوست عزیزم آقای مهندس، مثل اینکه شما عکس آقای عزیزی رو پیدا کردید. چون مسعود عزیزی، من فکر می‌کنم همین مایک عزیزی همین ایشون باشه. بله، حالا بله همین ایشونه. بله، به هر صورت ایشون گفتن که این راکتور 40 سال پیش قراردادش بسته شد. بعد 10 سال که میگذره، یعنی حدود 31 سال پیش، در دوران انقلاب 1979، یعنی زمانی که بهمن 57 میشه، 70% این نیروگاه تکمیل شده بوده. اما زمانی که میان و حکومت به دست ریش و پشم و بلاهت و حماقت و زورگویی میفته، آقای خمینی دستور میدن که از این ساختمان به عنوان سیلوی گندم استفاده شه. و کار پایان اون رو توقف کرد. من یادم میاد 23 و 24 بهمن بود، نخستین اعلامیه خمینی منتشر شد. من اعلامیه رو نگاه کردم، گفتم ببینم این آدمی که اومده سرنوشت کشور دست کم 3-4 هزار ساله رو به دست گرفته، برنامه‌ش چیه؟ دیدم ایشون در دستوری که صادر کرده برای ملت ایران نوشته فقط برید گندم بکارید، فقط گندم بکارید. بنابراین برای گندم کاشتن سیلو هم میخوان دیگه. بنابراین راکتور اتمی بوشهر رو گفتن تبدیلش میکنیم به سیلو، سیلوی گندم. شما سطح فکر یک رهبر رو ببینید تا کجا بوده. خیال کرده با گندم همه چی درست میشه. همینطور که الان این مقلدش آقای احمدی نژاد میگه چه درست کنید؟ نمیدونم 10,000 دلار، 1,000,000 دلار تومن، چقدر هم بهتون میدیم. به هر روی، بعد مهندس عزیزی ادامه میده، میگه در سالهای میان 1979 تا 1984، یعنی در 5 سال نخستین پس از انقلاب، بخش بزرگی از این نیروگاه که به گفته جمهوری اسلامی و آقای خمینی بنا شده بود سیلو بشه، از طرف بدون حفاظ در فضای باز قرار گرفت و تمام دستگاه‌های حساس و جالب اون در اثر باد و باران و تابش آفتاب و سرما و گرما از میان رفت. خود ساختمان و نیروگاه‌هایی که بر کنار او بنا بود ساخته بشه، اونا هم به توسط عراقی‌ها بمباران شد. یعنی در حقیقت تا 1984 15 سال همه کارها از میان رفت. در 1984 جمهوری اسلامی از اینکه اونجا رو سیلوی گندم بکنه منصرف شد. بی برنامه، یعنی همین دیگه. و کوشید تا با گفتگو با کشورهای پاکستان و چین و آرژانتین برای پایان دادن به ساختمان این نیروگاه وارد مذاکره بشه، ولی نتوانست با اونها به توافق برسه و سرانجام به طرف روسیه رفت. در چه سالی؟ در 1984، یعنی 25 سال پیش. در 1995، یعنی 11 سال بعد از اینکه تصمیم گرفتن دوباره سیلو رو تبدیل کنن به نیروگاه اتمی، این کار بنا شد پایان بگیره. یعنی از 1995 تازه شروع شد و پیمان نامه بیان روس‌ها و جمهوری آخوندی نوشته شد که این نیروگاه به وسیله روس‌ها تکمیل بشه. حالا این نیروگاه که تا حالا به دست آلمان‌ها بود، حالا روس‌ها دارن اون رو می‌سازن. این نیروگاه شبیه 4 واحدی است که روس‌ها خودشون به نام بالکوفسکایا که معمولاً 950 تا 1070 مگاوایت انرژی تولید میکنه ساخته میشه.
یعنی الگوی این نیروگاهی که آلمان‌ها به سیستم خودشون مثل اون سازمان آب فشرده می‌خواستن بسازن، بعد از بمباران‌ها و بعد از اون از بین رفتن‌ها افتاد دست روسا، بر روی فاندیشن یا ساختار یا سازمان یا پی این نیروگاه اومدن. حالا اون نیروگاه چهار واحدی رو که روسا به نام بالاکوفسکایا در کشور خودشون داشتن بسازن. ولی از همین مقدار هم، یعنی از 950 تا 1073 مگاوات انرژی هم، برای جا دادن نیروگاه اتمی نتونستن استفاده کنن و توان اون رو اعلام کردن که به 900 مگاوات میرسه. 1000 مگاوات و 20000 مگاواتی که جمهوری اسلامی گفت میخوایم داشته باشیم کجا، 900 مگاوات کجا، تازه اگر همون روز ساخته میشد. همین مسئله باعث شد که در حال حاضر نیروگاه بوشهر که مجهز، یعنی الان همه کارشو میگن تمام شده دیگه، سوختش هم بردن، باعث شده که سرصداشون هم میبینید چرا در نمیاد، برای اینکه باعث شده که وقتی میان این رو به کار بنزن در مدت بسیار اندک نگهش میدارن و این دستگاه ها دوچار خاموشی سرد میشن و آزمایش ها با نیروی اندکی آغاز میشه و به درستی هم روشن نیست که واقعا این نیروگاه در چه تاریخی میخواد شروع به کار اصلی خودش بکنه. آقای مهندس عزیزی میگه آنچه که مسلم است ایران با نگرش به تقاضاهای رو به رشد نیروی برقی بسیار بیشتر از 900 مگاوات نیاز به برق داره و نیروگاه فعلی در اصطلاح مهندسی راکتورهای اتمی نیروگاه فسیلی اسمشه. اصطلاح اسلابود دلیلی داره. و همین نیروگاه ها بسیاری از در بسیاری کشورهای دیگر مانند مولدهای آبی کهنه شده به کار می روند و پیوسته نیاز به تعمیر دارند، یعنی نیروگاه های فسیلی. از طرف دیگر با رشد جمعیت بی حساب ایران تقاضا برای افزایش برق پی در پی بیشتر خواهد شد و هرگز نیروگاه های فسیلی پاسخگوی این درخواست نخواهند بود. بنابراین به فرض محال این دستگاه شروع به کار هم که بکنه اصلا اثری در رفع نیازهای برقی ایرانی نداره. اما نیروگاه های مدرن، نیروگاه های مدرن سیستم طوری ساخته شده که از یه طرف گازهای مضر کمتری رو تولید میکنه. اون گازهایی که از این نیروگاه متضاد میشه و پدید میاد بسیار زیانش کمه. از طرف دیگر هزینه عملیاتی نیروگاه های مدرن هم بسیار اندک و ایمنی بیشتری هم داره. پس ببینید سه حس نیروگاه های مدرن دارن که نیروگاه بوشهر نداره: گازهای تولیدیش کم ضرره، هزینه عملیاتیش کمه و ایمنیش هم بالاست و بیشتره. بعد آقای مهندس عزیزی نمونه میاره، میگه برای نمونه 85% از نیروی برق فرانسه رو چنین نیروگاه هایی تامین میکنن. بعد ایشون میافزایند همچنین فراموش نکنیم که اگر حوادثی برای نیروگاه های فسیلی مانند نیروگاه بوشهر رخ بدهد نتایج آن بسیار فاجعه آمیز خواهد بود و نمیشه برآورد کرد که میزان زیان تا چه اندازه است. برای نمونه ایشون نمونه میارن، میگه برای نمونه رها شدن رادیواکتیو به خارج از نیروگاه چه به شکل مایع، چه به شکل جامد، چه به شکل گاز نتایج مرگبار وخیمی رو در منطقه وسیعی پیرامون این نیروگاه پدید میاره. مهندس عزیزی برای همیهنان و
بینندگانی که از آغاز نبودن در این برنامه و نمیدونن مسئله چیه، گفتگویی است که آقای البرز پدرام با آقای مهندس مسعود عزیزی، کارشناس ایمنی هسته‌ای، کارشناس جهانی کردن در زمینه این نیروگاه اتمی بوشه. ایشون ادامه داد به سخنانش که به کار بردن یک رادیواکتیو نیازمند به رهبری دقیق. ببینید چه چیزایی رو یک اینا خیال میکنن که اداره یک نیروگاه یعنی اداره منبر، همونطور که میره اون بالا و امام حسین میکنه و راست و درو و علی اکبر و علی اصغر و عباس و زینب و سکینه و کبرا و غیره و غیره رو میارن میبرن و ایشکی هم حواسش هم ایست که این چه مزخرفی رو میگه. خیال میکنن نیروگاه اداره کردنم یه همچی وضعیه. بنابراین میگه آقای مهندس عزیزی میگه فراموش نکنید که به کار بردن و اداره یک رادیواکتیو به چند چیز نیاز داره: رهبری دقیق، رهبری وسواس، نظارت کارشناسانه. یعنی هر آخوند و عملی نمیتونه بیاد بره اونجا بشه، چون دوست آقای خامنه ای بشه رئیس راکتور، رئیس کل اداره راکتور. توجه شدید به مسائل ایمنی، برنامه ریزی فنی و موشکافانه، اینا رو باید داشته باشه از نظر ادبی. حالا کارکنان یک نیروگاه هم شامل کارکنان رده بالا، مشاوران فنی آگاه و دقیق، افراد زیر دست اونها هم باید آگاه و فنی باشن، گروه تعمیراتی مسلط و وارد و رعایت کلیه مسائل ایمنی. برای این کار باید تمام کارکنان نیروگاه در معرض آموزش دائم قرار بگیرن و توانایی آگاهی خود را به اثبات برسانند. آیا هم چیزی رو در ایران انجام میدن؟ یا اینجا هم هر کسی پسر خاله فلان آخونده و نمیدونم پسر فلان مجتهده و برادر فلان آیت الله است، میخواد بره بالاشو بشین اونجا مایی چند هزار دلاری هم پول بگیره. گذشته از اینها، سیستم داخلی نیروگاه یعنی ماشین های نیروگاه مانند تلمبه، دریچه های اطمینان، موتورها، هواکش ها، دستگاه های اختاری بسیار دقیق باید زیر نگرش همیشگی این کارشناسان قرار بگیره. باز گذشته از اینها، قطعات یدکی باید همیشه به مقدار کافی در دسترس باشه تا ادامه امنیت تولید و ادامه برق رو تضمین کنه. حالا شما ببینید چه مسائلی باید رعایت شه برای اداره یک راکتور اتمی. اون یک کارخونه برق معمولی نیست که با گازوئیل کار کنه که. آقای مهندس عزیزی باز ادامه میده، میگه همچنین پیش از آغاز به کار نیروگاه باید تحلیل‌های ایمنی کافی از ساختمان صورت بگیره. یعنی خود ساختمان رو باید برن از پی تا بالاترین نقطهش رو بررسی کنن، چون همون حرف آقای مهندس واحدی رو میزنه که 10 سال پیش در برنامه من گفت، چون معمولا هر ساختمان راکتوری بیش از 30 سال نمیتواند ایمنی داشته باشد، که این 30 سال رو میگن عمر ایمنی نیروگاه، عمر ایمنی نیروگاه. باید برنامه ریزی های شایسته برای مقابله با رویدادهای احتمالی و ناگهانی، اصلا باید سیستم های برنامه ریزی داشته باشن که تمرین بدن به مردم، تمرین بدن به کارکنان، تمرین بدن به کارگران که اگر این حادثه ناگوار احتمالی رخ داد چی کار کنن، آمادگی داشته باشن و هر چند یک بار این تمرینات رو انجام بدن. کار شوخی نیست،
انتشار رادیواکتیو مصیبت بار فاجعه آمیزه. چه انفجار یک بمب اتمی، چه مگر شما اون انفجاری که در روسیه رخ داد فراموش کردید در اوکراین چقدر کشتار داد، چه ضایعاتی رو پدید آورد. و هر بار آزمایش کنند در صورت بروز حوادث اگر اشکالاتی رو در تمرینات دیدن این اشکالات رو برطرف کنن و اون حوادث رو هم جلوشو در نیروگاه بگیرن. آقای مهندس مسعود عزیزی کارشناس ارشد مسائل هسته‌ای بعد میگه در اینجا پرسشی پیش میآید که آیا جمهوری اسلامی این اقدامات را فقط بخشی از کل پیشبینی‌های که فقط بخشی از کل پیشبینی‌های لازم است به منظور پیشگیری از خطر، به منظور ایمنی مردم، به منظور حفظ محیط زیست در برابر تشعشعات اتمی انجام داده؟ کجا آقا؟ آقا احمدی نژاد میخواد بلند شه بره بشینه توی سازمان ملل متحد بگه که این حادثه 11 سپتامبر یه حادثه ساختگی بوده. ایشون باید بره بشینه بگه که بله هولوکاست دروغه. چرا؟ برای که ایشون میخواد اسمش سر زبانه بیفته. ایشون مغزش برای کارهای ریاکتور اتمی که کار نمیکنه. شما چه توقعاتی از چه کسی داری؟ یه آدمی که و نکته جالبی یادم افتاد موقعی که ایشون رفت نمیدونم اونایی که دیدن سخنرانیشو در سازمان ملل متحد دقت کردم، ایشون در آغاز 5 دقیقه عربی خون، جمله های قرآن رو خون. کسانی رو که اونجا میذارن برای ترجمه آدمای بسیار مسلطی هستن، چون ایشون گفته بود من فارسی حرف میزنم، بنابراین مترجمینی رو که گذاشته بودن که بلا فاصله سخنان ایشون رو میگیره میگرفتن و ترجمه میکردن و میدادن گوشی هایی که شنوندگان گوش بدن که اصلا اونجا شنونده نشه است که این صدا رو گوش بده یا نه، ولی به هر حال این گفته بود فارسی حرف میزنه، بنابراین مترجمانشون همه فارسی زبان و انگلیسی زبان بود. ناگهان ایشون واشون که به عربی حرف زدن، آیه های قرآن رو، بنابراین قسمت ترجمه قطع شد. خبر دادن که ترجمه نمیشه. احمدی نژاد روش کرد به رئیس گفت ترجمه چطور ترجمه نمیشه حرف نتو الله. ایشون هم بلاواز تماس که اونا گفتن نه ترجمه مترجمین فارسی کارشون داره انجام میدن ولی عربی نمیدونن. حالا چطور شما طبق ببینید یه آدمی که هنوز ندونه داره میره اونجا سخنرانی کنه، حالا به زبون مادریش هم خدا بزنه، یا اون برغول کردن عربیش چی بود؟ در حال از یه همچی آدمی، از یه همچی دولتی که رئیسش اینه، رهبرش هم اون آخونده است، از اینا شما توقع دارید که بیان بررسی کنن از حالا که آیا این مسائل ایمنی رعایت شده، آیا ماشین ها کاملن، آیا تلمبه خانه ها کار میکنن، آیا گاز هایی که متصاعد میشه کنترل میشه، آیا نشتی نمیده، آیا کارگران واردن به کارشون، آیا افراد فنی هستن، آیا آزمایش های احتمالی انجام میشه، اینا رو شما توقع دارید اینا رو انجام بدن؟ به نظر من خداوند با ملت ایران و به خصوص مردم جنوب ایران و پیران بوشهر که اینا این کار رو نکنن برای اینکه خطرناکه دیگه، از این طرف ایرانی ها و مردم بیچاره ایران صدمه نبینن. به هر رو مهندس عزیزی گفت نیروگاه بوشهر یک نیروگاه منحصر به فرد در دنیاست. نیست همه چیز آخونده مناسب به فرده، حکومتشون هم مناسب به فرده، نیروگاهشون هم مناسب به فرده. و این نخستین نمونه ترکیب دو تکنولوژی آلمانی 35 سال پیش و تکنولوژی روسی کنونیست و به همین دلیل دارای دشواری های ایمنی فراوانیست. میگه بر روی یک تکنولوژی آلمانی مربوط به 35 سال پیش اومدن روسا، حالا اومدن با تکنولوژی جدید روی اون تکنولوژی کهن دارن کار میکنن. خب اینجا آیا این دو تکنولوژی با
هم میخونه؟ آقای مهندس عزیزی معتقده نه، دارای دشواری های فراوانی. و بعد میافزاین صرف نظر از هزینه سنگینی که تا کنون صرف این نیروگاه شده، باید دید آیا با توجه به همه این هزینه ها مطالب ایمنی قابل اثبات در این زمینه انجام شده یا نه، که نشد. بعد مهندس عزیزی میگه باید دید آیا عمر تخمینی ایمنی، همون عمر ایمنی که گفتم، عمر تخمینی ایمنی این رآکتور دو ملیتی چقدر است؟ آیا این عمر پایان یافته است؟ که مسلما پایان یافته. وقتی از 45 سال پیش شروع شد، بعد شد سیلو، بعد بمباران شد، بعد دوباره شد رآکتور، بعد از آلمان رفتن کنار، زیمنز رفت کنار، اومد دست روسا افتاد و تا توانستن دوشیدن جمهوری اسلامی رو. حالا معلوم نیست که آیا این ساختمان و این تشکیلات اون قدرت حفظ تشعشعات رو داره یا نه. مسلمه که اینها پرسش هایی است که پاسخ های جدی میخواد. ایشون میگن باید دید مدت حضور کارشناسان روس از هنگام آغاز به کار نیروگاه چند سال است، چون اینا قرارداد دارن، یه سال، دو سال، پنج سال، چقدره؟ این مدت رو باید مشخص کنند کارشناسان، یعنی در قرارداد حتما هم مشخص شده، اینو به مردم نمیگن. باید دید کدام اقدام فنی و پیشگیرانه همراه با آموزش ها و هشدارها به مردم نزدیک به نیروگاه و تخلیه محل از کارکنان رفع آلودگی احتمالی صورت گرفته. میگه فرض میکنیم ناگهان یک حادثه رخ داد، باید برنامه داشته باشن که چگونه در کمترین زمان پیرامون اینجا رو از مردم تخلیه کنن، از کارکنان تخلیه کنن. تخلیه محل از کارکنان و دور کردن مردم نزدیک به نیروگاه از محل نیروگاه و رفع آلودگی احتمالی، یعنی بعد از اینکه اون دو کار شد آلودگی رو از میان ببرن. سرانجام مهندس مسعود عزیزی که عضو سازمان ملی انرژی هسته‌ای امریکا نیز هست گفت دوستان من، چون به هر حال ایشون ایرانیه، عشق داره به میهنش، دوستان من، ایران بیگمان به نیروی برق اتمی نیاز فراوان دارد، ولی نکته مهمتر از این نیاز وجود کسانی است که برای آنان مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت و رفاه و تندرستی مردم و محیط زیست اهمیت داشته باشد. آیا کسانی که دارند کشور را اداره می کنند به اهمیت این وظایف خود واقفند؟ نیستند. در اینجا خبرنگار گروه محیط زیست آقای البرز پدرام پرسش بعدی خودشو مطرح میکنه که از اینجا به بعد رو من میگذارم برای هفته آینده. نکته بسیار بسیار جالبی رو آقای مهندس عزیزی، یعنی آقای پدرام، البرز پدرام مطرح میکنه و آقای مهندس عزیزی پاسخ میده. از دوست گرامی آقای امیر شورتی خواهش میکنم آگهی اگر چیزی هست بگذارن. برمیگردیم به بخش بعدی برنامه. چی شد این موزیک پخش شد امیر جان یا نه؟ خب ادامهش میدادین. بروی دنباله مسئله مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر رو میگذاریم برای هفته آینده، برای اینکه یک دگرگونی هم پیدا بشه در برنامه و خستگی دره. شعری از هادی خورسندی براتون میخونم. آقای خورسندی احمدی نژاد رو تبدیل کرده به یه موش در انتخابات پارسال که رأی‌ها رو رفت و عوض کرد و خیلی شعر جالبی است، بر سبک فردوسی هم گفته. میگه شنیدم یکی موش صاحب مقام به تجدید منصب نمود اهتمام، دوباره خواست رئیس جمهور شه. یکی صندوق رأی را دیده بود
برای تقلب پسندیده بود. به بالای صندوق نشستی کمین، بمالید برخیشتن وازلین. شبانه بدان هیکل لیز و صاف، به صندوق فرو رفت از آن شکاف. هر آن کس حقیر است و نرمش پذیر، به رخنه نمودن ندارد نظیر. هر آن کس حقیر است و نرمش پذیر، به رخنه نمودن ندارد نظیر. چه سوراخ موش و چه کانال سوسک، چه جرز دکان و چه مال کیوسک. چه در دز خشتک چه چاک لباس، جلو می رود مثل کک مثل ساس. جلو می رود مثل کک مثل ساس. چون میشه موش ناچیز بن مود سعی، توانست رفتن به صندوق رأی. در آنجا همه رأی ها را که خواند، دلش گشت غمگین و افسرده ماند. که با آن همه عرض و اندام او، نبودی یکی رأی بر نام او. به خشم آمد از کار ملت شدید، همه رأی ها را به دندان جدید. عرق بر سراپای جانش نشست، چه دشنام ها بر زبانش نشست. چو میخواست برگردد از آن شکاف، نه دیگر تنش لیز بود و نه صاف. ز بلعیدن رأی از روی حرص، همی هیکلش بود مانند خرس. دریغا که بر آب زد بیگدار، نمودش در آن حال نبودش در آن حال رأی فرار. بدین گونه آن موش دزد و دله، بیفتاد از هول توی تله. خبر گشت آن رهبر از حال موش. حالا آقای خامنه‌ای فهمیدن که احمدی‌نژاد گندشون در آورد. خبر گشت آن رهبر از حال موش، بگفتا خودم گفته بودم بکوش. ولی گز نکرده چرا پاره کرد، نه خود که مرا نیز بیچاره کرد. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد به رویترز، که من حرف دارم زیاد. که من از همان سال 57 شدم واقف از ظلم و جوری که رفت. ولیکن همین چشمه آخری بود اند شلتاق و افسونگری. بسی حقه دیدم در این سال سی، بسی حقه دیدم در این سال سی، ندیدم تقلب بدین خالصی. خب بینندگان از من، میریم به سخنان اندیشیدنی بزرگان میپردازیم. بله، میگه اگر کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ‌ها بکند، پرهایش سفید میماند ولی قلبش سیاه میشود. اگر کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ‌ها بکند، پرهایش سفید میماند ولی قلبش سیاه میشود. انسان میتواند دایره باشد یا خط مستقیم. انسان میتواند دایره باشد یا خط مستقیم. انتخاب با خودش است. یا باید تا ابد دور خودش بچرخد و بگردد، و یا تا بی نهایت مستقیم پیش برود. خوشبختی مانند توپ است. خوشبختی مانند توپ است. وقتی در حرکت است به دنبالش می دویم، و هنگامی که به آن رسیدیم به آن لگد می زنیم. خوشبختی مانند توپ است. وقتی در حرکت است به دنبالش می دویم، و هنگامی که به آن رسیدیم
به آن لگد میزنی. آرام باش، توکل کن، تفکر کن، آستین‌ها را بالا بزن، آنگاه دست‌های خدا را می‌بینی که زودتر از دست‌های تو به یاریت می‌آیند. آرام باش، توکل کن، تفکر کن، آستین‌ها را بالا بزن، آنگاه دست‌های خدا را می‌بینی که زودتر از دست‌های تو به یاریت آمده. مرد بزرگ متانت دارد ولی متکبر نیست، و مرد کوچک تکبر دارد ولی متانت ندارد. کنفوسیوس. مرد بزرگ متانت دارد ولی متکبر نیست، و مرد کوچک تکبر دارد ولی متانت ندارد. این گفتمان کنفوسیوس بود. بدبختی و شکست این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما میشناساند. بالزاک. من معتقدم دشمنان را هم میشناسونه. همیشه اشتباه های مردم را ببخشای. همیشه اشتباه های مردم را ببخشای، نه به خاطر اینکه سزاوار بخشایشن، بلکه برای اینکه تو هم از اشتباه مسئول نیستی. زرتشت پیامبر. همیشه اشتباه های مردم را ببخشای، نه به خاطر آنکه آنها سزاوار بخشایشن، بلکه برای آنکه تو هم از اشتباه مسئول نیستی. زرتشت پیامبر. مهم بودن خوب است. مهم بودن خوب است. ولی خوب بودن خیلی مهمتر است. مهم بودن خوب است، ولی خوب بودن خیلی مهمتر است. فراموش مکن قطاری که از ریل خارج می شود ممکن است خود را آزاد کرده باشد، ولی راه به جایی نمی برد. فراموش مکن قطاری که از ریل خارج می شود ممکن است خود را آزاد کرده باشد، ولی راه به جایی نمی برد. انتخاب با توست. می توانی بگویی صبح بخیر خدا جان، یا بگویی خدا بخیر کند صبح شده. انتخاب با توست. می توانی بگویی صبح بخیر خدا جان، یا بگویی خدا بخیر کند صبح شده است. زندگی کتابی است پر ماجرا. هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز. زندگی کتابی است پر ماجرا. هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز. و واپسین جمله، مانند ساحل آرام باش تا مانند دریا بیقرارت باش. مانند ساحل آرام باش تا مانند دریا بیقرارت باشد. بینندگان عزیزمند، پرسش‌های فراوانی در زمینه‌های تاریخ و همچنین در زمینه زبان یا با ایمیل یا با فکس شده که الان دیگه زمان گذشته و نمیرسم به اینکه پاسخ بدم، ولی پاسخ همه اونها را خواهم داد، به ویژه پرسش هایی که در زمینه زبان شده برای روز آدینه ساعت 6 پس از نیم روز به وقت لس آنجلس. بنابراین به دوستان عزیزم در این زمینه میگم. همچنین از سرکار خانم فریال علمی، من این رو در برنامه زبان هم گفتم،
سرکار بانو فریال علمی ازشون خواهش میکنم به شماره 661-254-8757 زنگ بزنن در زمینه سجل کتاب در ژرفای واژه ها. خانم فریال علمی به تلفن 661-254-8757 زنگ بزنن. اونطوری که آقای مهندس امیر شهرتی میگن چقدر وقت دارم من؟ مثل که دیگه وقتی ندارم، یک دقیقه. با سپاس از همیهنان عجبندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، با سپاس از مهندس امیر شهرتی گرامی، همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم. برنامه بعد از من دوست گرامی، دوست همیشگی، دوست کهن آقای علیرضا میبادی هستن و من به شما بدرود میگم تا درودی دیگر. بدرود و پاینده ایران.